چه اسطوره هایی که در این کوه ها و جنگل ها خلق نشده. امروز نبیل و باهز در جستجوی اسطوره دیگرند. در طول عمر نبیل و باهز نیمی از جنگل های کردستان عراق از بین رفتند و پلنگ ایرانی را هم با خود بردند. قدیما تعدادشون بیشتر بود. پدر بزرگ های ما زیاد می دیدن. حتی برخورد هایی هم داشتن. اما به علت جنگ تعداد پلنگ های ایرانی کم شد. وقتی بعد از جنگ مردم برگشتن به آبادی هاشون، شروع کردن به شکار بیرویه و این پلنگ ها رو از شکار و غذا محروم کرد. یک رد پا، یک تصویر، یک قرش، فقط یک نشانه، هر نشانه ای. نتیجه این تلاش ها امشب راه دوری نرفت. هم پاداشی برای پلنگ تشنه، هم برای هر کس که نظارگر این صحنه است. این جوانان محقق و زیستشناس خوب می دانند چرا کار پلنگ ایرانی به اینجا کشیده. پلنگ ها در کردستان عراق واقعا در خطرند. طبق آمار رسمی تعدادشان حتی از انگشت های دو دست بیشتر نیست. 10 پلنگ که در سالهای اخیر شکار شدند. شکار و تخریب زیستگاهاشون هم خطر بزرگیه. کمابی هم به این خطرات اضافه شده. برای زنده ماندن پلنگ نیاز به شکار دارد. درس اول، طبیعت یک چرخه است. درس دوم، حفاظت پیش از آن که دیر شود. بیشتر پلنگ های ایرانی در خود ایران هستند. حدس میزنیم بین 800 تا 1000 پلنگ. در عراق خیلی کمترن، هرچند کردستان عراق خیلی برایشون زیستگاه خوبیه. اگر اینجا رسما به منطقه حفاظت شده تبدیل بشه، پلنگ ها برمیگردن. باید نجاتشون بدیم. اونها بخشی از هویت و فرهنگ ما هستند. هویت و فرهنگ، میراث طبیعی، عشق، نامش را هرچه بگذارید، پلنگ ایرانی در کردستان عراق تنهاست. آرزوی نبیل و باهز تبدیل این قلمرو به منطقه حفاظت شده است. این کوه‌ها باید به مناطق حفاظت شده تبدیل بشن، چون بکر و پهناور هستن. سنگ‌های بزرگ، دره‌های عمیق، قله‌های بلند با اقلیم متفاوت و قابلیت تنوع زیستی بالا. برای همین خوبه یک پارک ملی بشه. هدف ما اینه که اینجا رو به منطقه‌ای حفاظت شده بدل کنیم. شب‌ها و روزهای طولانی کار و برنامه ریزی در پیش روست و طبیعتی چشم به راه نجات پلنگ ایرانی از یک قدمی پرتگاه انقراض. سیاوش اردلان، بی بی سی.